Salão. Salão. سلام به روی ماه همگی، صبح و ظهر و عصر و نصف شب و همه چیه در هر جای دنیا که هستین بخیر. من یه یکی دو دقیقه زودتر اومدم یک حال احوالی هم بکنم با هاتون قبل اینکه مانا بیاد، که بریم خلاصه این مبحث شیرین پوست رو بر اساس سوالایی که اون اول جمع کردم به پایان برسونیم. شد دو جلسه هنوز نیومده. بعد دیگه ببینیم که چه مباحث علمی و پزشکی و سلامت جسم و روان دیگه هست که بریم دوباره سراغشون. همگی خوبین؟ خودم هم حالا بعدا میام براتون بیشتر تعریف میکنم، دارم کارم رو عوض میکنم، دارم میام یه تیم دیگه تو شرکت. خب یه عالم مطلب جدید باید یاد بگیرم و یکم خب طبیعتا استرس دارم که چیزای جدید قرار یاد بگیرم و از به قول معروف اون حاشیه امنیت و کامفورت زون خودم دارم خارج میشم، چون تیم الانم 3 سال باش بودم. خب خیلی چیزها رو دیگه جا افتاده برام، بر همین دیگه خلاصه یکم طبیعتا فعالیتم کم میشه که بتونم اون به قول معروف سرمایه‌گذاری اولیه رو بکنم که برم اونجا ببینم چه خبره و اینا. حالا میام براتون بیشتر بعدا تعریف میکنم. صدا خوبه بچه ها راستی؟ به جز این که خب صدای من همیشه یه حالت گرفته ای داره که این صدای منه، مشکلی نداره، کاریش نمیتونم بکنم، سرمو نخوردم، مدلمه. به جز اون صدا کیفیتش چطوره میاد؟ با کوشیار قرار بود راستش رو بگم بعد قولم شدم، چون قرار بودش که همین هفته که گذشت یه شنبه برم باهاش لایو، ولی یکم همچین حالم خوب نبود و سرم شلوغ بود و اینا نرفتم. ولی یه نصف مطالبی که فکر کنم حدود نصف مطالبی که قرار بود تو لایو اول بگیم موندش و بهش قول دادم که حتما بریم و برنامه‌ریزی هم کرده بودیم. من بعد قول شدم ولی آره حتما یه برنامه دارم که اون مبحث کارهای مثلا مدیریت توی کار صنعت فناوری و ماشین لرنینگ و اینا رو یه جورایی جمعش بکنیم، چون فقط به قول من پخشش کردیم. ولی آره اون لایو هم باید برم. یکم هم میزبان بودن راحت تره، چون آدم نمیخواد خودش تحقیق کنه و اینو فقط سوالا رو میپرسه، یعنی سوالا رو از شما میپرسم، فقط طبقه بندی میکنم و این وقتی آدم مهمون قهر جواب بده خیلی باید بیشتر تمرین کنه و بشینه بخونه و اینا. خلاصه مانا اومد یکم استرسش و کارش بیشتره مهمان برنامه کسی دیگه شدن. سلام چطوری؟ چه منظره ای، به به. بعد از خونه می اومدم بیرون چون همه داره هر کی یه اتاق داره کار میکنه. به این شکل. آره تو پایه داری، اون دفعه کم دستت گرفته بودی همه مدت. الان دوباره دستت گرفتی؟ درسته؟ آره درسته. بچه من با اجازه کامنت ها رو میبندم. خب مانا تو دستت میگیرید اینو نه؟ من الان دفعه یه چیزی گذاشتم که دستم نگیرم. خب الان اوکیه؟ آره عالی. خب بریم سر مباحثی که مونده، چون واقعیتش خودم نشستم یه سری تحقیق کردم، خواستم باهات مشورتم بکنم بعدن. حالا زنگ بزنم میخوام برم خودم مارکر نیدلینگ کنم، گفتم که اول بریم سر اون مبحث. اوکی. چون مدلای مختلفم داره الان، خودم اونجوری موندم، چون من قبلا یه بار مارکر نیدلینگ کردم خیلی راضی نبودم واقعیتش، ولی خب الان فکر می‌کنم که بعدش درست نگهداری نکردم. اون موقع هنوز وقتی بود که خیلی با این مباحثم آشنا خودم نبودم. حالا برای شروع قرار شدش که در مورد مارکر نیدلینگ هایفو که میشه آلتراپی به این توی اینجا ما بهش میگیم، همون تریتمنتی که با آلتراساوند و آر اف صحبت بکنیم. این سه تا رو شروع کن بریم. اوکی.
مایکرو نیدلینگ. اول بذارین من یه چیزی درباره تمام پروسیجرهای پوست بگم، چون خیلی سوال درباره این موضوع شده بود که نگهداری بعدش، تو هم الان گفتی هدا، تقریبا تمام پروسیجرهای پوست باید بعدش خیلی مواظب پوستمون باشیم، مخصوصا برای آفتاب. حتی لیزرها که 100% لیزر مو خیلی مهمه که اولا تن نباشیم و بعدش خیلی ضد آفتاب بزنیم. مایکرو نیدلینگ همینطور، آل تراپی همینطور، و حتی پروسیجرهایی که پیلینگ و اینا که برای اکنی بعضیا میکنن، چون میتونه اثر کاملا متفاوتی داشته باشه اگه بعدش تو آفتاب بریم. خیلی وقتا اصلا این بعضی از این پروسیجرها رو من میگم تو تابستون بهتر اصلا نکنیم، برای اینکه اثرشون میتونه منفی باشه. حتی حالا مایکرو نیدلینگ یه روشیه که پوستو با سوزنای خیلی ریز سوراخ میکنیم، بعد این سوزنا باعث وجود زخمای خیلی کوچیک میکروسکوپیک میشه توی پوست، و وقتی این زخما خوب میشه میتونه جای چروک، جای جوش و سکارای مختلف رو پر کنه. منافذ چی؟ منافذ. چون من خودم هدفم برای منافذ. برای منافذ راههای بهتری هست به نظر من از مایکرو نیدلینگ، ولی اونم میتونه یه ساید بنفیتش باشه که کمک میکنه به اون. چیز مایکرو نیدلینگ مثل خیلی از این پروسیجرهایی که مثلا دفعه پیش درباره بوتاکس و فیلر و اینا، اونا خیلی قابل پیش بینی بود نتیجهش. مایکرو نیدلینگ، هایفو، پیلینگ، اینا بعضی وقتا قابل پیش بینی نیست و بستگی به سن آدم، نوع پوست و دلیلی که داریم این کارو میکنیم. مثلا بعضی از جاهای جوش میتونه خیلی عمیق باشه که مایکرو نیدلینگ اثری روش نداشته باشه، بعضیاشون میتونه خیلی سطحی تر باشه که مایکرو نیدلینگ کمک میکنه. به خاطر همین برای هر کسی فرق میکنه نتیجهش. بعد الان خیلی از مایکرو نیدلینگ هایی که جدید اومده رادیو فریکونسی هم باهاش میاد، که این میتونه دوتاییشون با هم خیلی کمک کنه برای همین ترمیمی که صحبت کردیم. و مایکرو نیدلینگ و رادیو فریکونسی به نظر من بهتره که اگه میتونیم هر دوشو با هم بکنیم، برای اینکه میتونه خیلی کمک کنه، که برای اینکه رادیو فریکونسی هم قسمت‌های کوچیک پوست و قسمت‌های خیلی ریز پوست و حرارت ایجاد می‌کنه، که اونم باعث نیو کالاجنسیس میشه. کیفیت اوکیه؟ بتونم پوست آره، یکم تصویر شفاف نیست ولی صدا خوبه، که همون منظور مانا همین که پوست توانایی بازتولید کلاژنش بره بالاتر. بله. و چند مدل نیدل های مختلف هست برای مایکرو نیدلینگ و رادیو فریکونسی نسبت به نوع پوستمون. بعضی ها که پوستشون تیره تره مثلا میتونه کودت باشه اون نیدل ها، بعضی هاشون نه. اونم باید با دکترتون صحبت کنین که ببینین چه مدل هایی داره. من کلن نظرم اینه که مایکرو نیدلینگ اگه میکنیم بهتره که اونایی که خونگیه رو نکنیم، و اگه میشه بریم پیش دکتر پوست و اونجا بکنیم. این منظور از خونگی درمارولره. آره، اونا واقعا اثرشون خیلی که مثل مایکرو درمابلیژنه، که بیشتر چیزای خیلی سطحی تر رو اثر میذاره. و من نظر شخصی رو بگم بعد تحقیقاتم، به نظر من تو اون محاسبه ریسک و سودش نسبت به اینکه ممکنه آلودگی ایجاد شه، نگهداری اون و فلان، به نظر من اصلا نمیصرفه. نظر شخصی من این یه تاثیر خوبی ممکنه کوچیکی داشته باشه، ولی یه ریسکی که داره از اون ور به نظر خود من خیلی نمیارزه به اون فایدهش. آره، و تاثیرش هم معمولا موقتیه. مثل مایکرو درمابریژن، مثلا اگه یه ایونت مهمی هست، عروسیه، نمیدونم مهمونیه، میخوان قبلش آدم بره چند تا از اینا بکنه، کمک میکنه. ولی اینکه اثر دائمی خوبی داشته باشه معمولا ندارن اونا، خیلی طولانی مدت. و کلا مایکرو نیدلینگ هم حتی با رادیو فرکانسی معمولا 3-4 جلسه باید رفت، حدود 3-4 هفته فاصله بین جلسه ها باشه، و بیشتر وقتا حدود 2-3 ماه طول میکشه که اثر اولین جلسه رو ببینیم. به خاطر همین نباید مثلا فردا صبح پاشیم انتظاری داشته باشیم که اثری داشته باشه، چون ترن اوور پوست یه 1 ماهی طول میکشه که بعد اونا خوب بشه، بعد ببینیم که پوست جدید که میاد آیا اون جاهای جوش و هر چیزی که میخوایم تارگت کنیم رو بهتر کرده یا نه. مرسی از توضیحت. حالا در مورد این منافذ بعدن میگی یا که گفتی؟ آره میتونم. آره، در مورد منافذ وقتی جوشو صحبت میکنم میتونم اونجا بگم. خب اونجا پس بریم الان سراغ هایفو. اوکی، هایفو یا آل تراپی که همونجوری که گفتی از سونوگرافی استفاده میکنه، که این خوبی هایفو و سونوگرافی اینه که با ترانسدوسرهای مختلف هست که میتونی قسمت لایه‌های مختلف پوست رو هدف
هدف قرار بدی. مثلا میتونه ترانسدوسرایی که یه ذره عمیق‌تر بره، حتی بره لایه‌های زیر پوست، عضله زیر پوست، فشای زیر پوست. بعد همینجوری اونایی که خیلی سطحیه میتونه قسمت اپیدرمیس پوست رو هدف بده، که میتونه چروکای ریز رو بهتر کنه. و همینطور نسبت به کجای صورت داریم این کارو میکنیم، یا حتی برای بعضیا رو گردنشون میکنن، سینه، حتی بازوها بعضیا هال تراپی میکنن، که بعد میتونی خود کسی که داره این کارو میکنه میتونه لایه‌های مختلفو ببینه و ببینه که کجا رو داره تارگت میکنه و اونجاهایی که مثلا بیشتر هست و چند لایه بیشتر ادامه بده، یا میتونی که مثلا چند بار روی اونا بری. خوبی و یه چیز دیگه آلتراپی یا هایپو اینه که سونوگرافی خیلی خیلی سیفه. سیف چی میشه؟ ایمنه، بی خطره. آره بی خطره. و مگر اینکه مثلا تنها چیزی که هست، بعضیا که فیلینگ زیاد دارن دندوناشون رو پر کردن، باید بعضی وقتا گارد بذارن برای اینکه درد میگیره، یا یه نرو اینجا هست که باید مواظب باشیم روی اون نرو نکنیم. به جز اون واقعا اثر بدی نمیتونه داشته باشه. درد داره اگه کسی انجام بده، باید آماده باشه که درد داره، ولی خب راهایی هست که اون برای دردش کمک کنی. و خوبیش اینه که بعدش تقریبا هیچ اثری، یعنی اصلا معلوم نیست که هیچ پروسیجری انجام دادی. ممکنه یه ذره پوست قرمز باشه ولی معمولا نیست، درد خاصی هم نداره بعدش. و خوبیه یه چیز دیگه، خوبیه هایفو هم اینه که معمولا یک جلسه کافیه و حدود 2 تا 3 سال اثرش میمونه، و این باعث میشه که پوستو کشیده تر بکنه. این چروکای خیلی ریزم میتونه کمک کنه، بستگی به ترانسدوسری که استفاده کردیم. بعضیا مثلا بهش میگن فیس لیفت ویتاوت سرجری، که مثلا جراحی پوسته. البته کار جراحی پوستو نمیکنه، ولی طبیعتا کسی که نمیخواد جراحی بکنه و میخواد یه جوری همینی که هست و نگه داره، مینتیننس، خیلی پروسیجر خوبه. به نظر من اگه مجانی بود همه باید بکنن آلتراپی، برای اینکه هیچ ضرری نداره و میتونه کمک کنه و خیلی طبیعیه اثرش. اینجا که حالا طرفای ما که خیلی گرونه تو سیاتل و ونکوور، اینجا من چک کردم، ولی میدونم که مثلا توی حالا جنوب کالیفرنیا یا حتی دی سی یا قیمتش بهتر بودش تا اینجا. ایران نمیدونم، ایران نمیدونم. برای اینکه واقعا ترانسدوسرایی که کاستی که برای خود پزشک داره، ترانسدوسرا برای یه صورت میتونه 800 یا 900 دلار فقط کاستش باشه. یعنی ارزون تر از اون نمیتونه باشه، مگر اینکه دارن ترانسدوسر کم استفاده میکنن. اگه بخوای تمام اون لایه ها رو بریم و چند بار بریم، حدود 700 800 دلار فقط کاستش میشه. هزینه‌شه که خب بعد دیگه هزینه خود پزشک و اینا هم اضافه. آره خود دستگاه و اینا هم استهلاکش و اینا، زمان و طولانیه، مثلا یه ساعت و نیم طول میکشه. به خاطر همینه که گرونه، ولی خب خوبیش اینه که همونی که گفتم یه باره و ضرر خاصی هم نداره اصلا. من خودم ولی... این پروسیجر رو رفتم و یه ساید افکت یا عارضه جانبی که برام داشت تا 1-2 هفته یه عصبی از اینجام تا پس کلم هی شوت میشد، یعنی یهو میگرفت یه حالت انگار مثلا خب اونجا رو باید اوید میکردن. اون من گفتم یه قسمتی هست که نباید اون رو برن، اگه اون رو برن همین اثری که نباید داشته باشه رو داره. معمولا اینجوری نمیشه، یه جایی اینجا یه عصبی هست که نباید برن و اینجام یه نو گو زون هست که اینجا هم نباید برن. اگه روی اون برن آره میتونه این اثر رو بذاره. آلتراپی هم همینطور 6 ماه طول میکشه که اثر واقعیشو ببینیم. به خاطر همین انتظارمون باید، یعنی برای خودمون داشته باشیم که اگه برای زمانی میخوایم اینو آماده بشیم، باید بذاریم برای آینده، مثلا 6 ماه قبلش بریم آلتراپی انجام بدیم. دیگه چی برای آلتراپی؟ فکر کنم همین. حالا نمیدونم مثلا الان که داشتیم مقایسه میگفتیم، خب خیلی اثرش با ماکرونیدلینگ متفاوته و